نامه سرگشادگی برجسته ترین حقوقدانان فرانسوی، هانری لوکلرک، ماریو استازی، ویلیام بوردون، پاتریک بودوان، فیلیپ شامپوتی دوریب، برنارد دارتفل، فرانسوا سر، ماری لورباره و دلفین شنو مکارزل به رئیس جمهور چک و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا که در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شده است، سوء استفاده از پرونده تحقیق قضایی مفتوحه در فرانسه علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم و تأکید شد. دادگاه اروپا هر گونه استناد به پرونده ارائه شده توسط فرانسه برای توجیه حفظ مجاهدین در لیست سیاه اتحادیه اروپا را رد کرده است. در این نامه سرگشاده که در روزنامه فرانسوی پاریزیان نیز از سوی انجمن سراسری متخصصان ایرانی در انگلستان منتشر شده آمده است، یک تحقیق گشوده شده در سال 2001 علیه اپوزیسیون اصلی رژیم ایران بدون نتیجه در زمینه تروریسم اکنون توسط دولت فرانسه به منظور مخالفت با حذف نام سازمان مجاهدین از لیست سیاه اتحادیه اروپا برخلاف حکم دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است. پس از 8 سال تحقیقات، این پرونده در رابطه با وجود جرایمی که بتواند ربطی به تروریسم داشته باشد خالی است. ما بارها یا خواستار صدور قرار منع تعقیب یا ارجاع این پرونده به دادگاه شده ایم، زیرا جای هیچ گونه شکی وجود ندارد که پرونده به کلی خالی است و ارجاع آن به دادگاه ماهیت سیاسی آن را برملا خواهد ساخت. این پرونده حاوی دعاوی و اطلاعات مجعول رژیم ایران است که از طریق عوامل این رژیم که تحت عنوان شاهد وارد پرونده شده اند تأمین گردیده است. برجسته ترین حقوقدانان فرانسوی در نامه سرگشاده خود به ریاست اتحادیه اروپا می نویسند: دادگاه عدالت اروپا در حکم 4 دسامبر خود نتیجه گیری کرد که اطلاعات ارائه شده توسط فرانسه به شورای وزیران اتحادیه اروپا نه معتبر و نه جدی بوده است. این پرونده و حمله گسترده پلیس فرانسه به اوورسورواز، همانطور که توسط مطبوعات و صاحب نظران روابط ایران و فرانسه نیز افشا شده، نتیجه یک معامله آشکار توسط دولت وقت فرانسه با رژیم ایران می باشد. در حالی که قاضی تحقیق و دادستان اظهار داشتند که هیچ اطلاعاتی از پرونده در اختیار کسی قرار داده نشده، وزارت دادگستری میگوید که دادستان حق داشته این اطلاعات را علنی نماید. به عنوان وکیل ما در نظر داریم علیه مسئولان فرانسوی که این اطلاعات را به شکل غیرقانونی در اختیار شورای وزیران اتحادیه اروپا گذاشتند، اقامه دعوا نماییم.